سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. مطابق معمول با یه ویدیو جدید در خدمت شما هستیم. توی این ویدیو میخوایم نحوه چک کردن حساب کیف پول میلیاردرهای بیت کوین رو با هم مرور بکنیم، ببینیم چند تا کیف پول بالای میلیون دلاری وجود داره و خدمتتون عرض شود که یه سری نکته در خصوص اون بگیم و ببینیم این بیت کوین هایی که توی این کیف پول پارک شده وضعیتشون به چه صورتیه. این یه تحلیل خوبی در اختیار اونایی میذاره که میخوان یه مقداری بلند مدت تر خرید و فروش بکنن یا منتظر اتفاق هافینگ هستن که در یه ویدیوی جداگانه براتون این پدیده هافینگ رو توضیح میدم. اگه تخمینی تو ذهنتون هست در خصوص تعداد میلیاردر بیت کوینی رو اون یادداشت بکنید تا ببینیم تخمین شما چقدر به واقعیت نزدیکه و اینکه پولدارترین کیف پول بیت کوینی به نظر شما چند تا بیت کوین توش قرار داره. یه تخمین گوشه ذهنتون داشته باشین، رو کاغذ بنویسین تا ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. مطابق معمول سمت راست صفحه پایین تصویر شما شبکه‌های اجتماعی که ما توش حضور داریم رو می‌بینید. توی پست همین ویدیو در کانال یوتیوبمون اینو قرار میدم تا بتونید به راحتی ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بریم سراغ ادامه موضوع. خب فلسفه کیف پول دیجیتال برای نگه داشتن کوین و توکن هست و خیلی راحت شما میتونید کوین و توکنی که دارید رو توی این کیف پولا نگهداری کنید. ضمناً حتی استیبل کوین ها که توی ویدیو جداگانه بهش میپردازم هم قابل نگهداری توی این کیف پولا هست. مزیتی که این کیف پولا داره ترانسپرنسی بودن اصلا کانسپت بلاکچینه. شما میتونید به هر کیف پولی مراجعه کنید ولی دسترسی به اون کیف پول ندارید. انواع کیف پولم توی ویدیوی جداگانه توضیح دادم که این ویدیو رو شما میتونید تو همین کانال یوتیوب ما ببینید، ولی خب من همین بالا براتون کارت میکنم، سمت راست بالای تصویر میبینید الان. در خصوص انواع کیف پول سرد و گرمه، اونایی که رقمای خیلی بالاتری دارن میرن سراغ کیف پولای سرد. تو اون ویدیو در مورد این مفهوم کامل توضیح دادیم، توصیه میکنم حتما ببینید. خب فقط شما یه آدرس دارید و یه موجودی میتونید ازش ببینید ولی نمیدونید این کیف پول برای کیه، صاحبش کی هست. موجودی رو، ترانزکشن رو، آخرین تغییراتش رو میتونید ترک کنید اما اطلاعات بیشتری نخواهید داشت و دسترسی بهش امکان پذیر نیست. مزایای بلاکچین این هست و خیلی از شرکت ها و آدم های پولدار قسمتی از داراییشون رو تبدیل به این کردن و توی این ویدیو ما میخوایم بریم سراغ اون قسمتی از داراییشون که اومده توی بیت کوین. و همونطور که گفتم تعداد قابل توجهی میلیونر وجود داره که از این میلیونر که منظور میلیون دلاریه که حالا ضربش میکنی به ریال میشه میلیاردرهای رویایی و تعداد قابل توجهی بیت کوین توی کیف پولاشون دارن، بیت کش دارن، اتر دارن. اینا رو که نگاه میکنی به این فکر میفتی که اینا کی خریدن. اینا دقیقا اون موقعی که این ارزا تو زیر یه دلار بودن، زیر 10 دلار بودن، خریدن و اومدن باهاش بالا. همین اتریوم که بهتون گفتم طرف زیر یه دلار خریده اومده باهاش بالا 1100 دلار. ریپل خریده زیر 20 سنت اومده باهاش تا حدود 4 دلار و امثال این مثال ها بسیار بسیار زیادن. فقط تفاوت این آدما با آدمای معمولی چیه؟ اینا تونستن فرصت های پیرامونشون رو خیلی سریعتر شناسایی کنن. دقیقاً همین حالتی که الان شما نسبت به یه خیلی گسترده ای از آدم های جامعه اطراف خودتون دارید، بهشون بگی بیت کوین یا رمز ارزها، ارزهای رمزنگاری شده، حسی بهش ندارن تا اینکه مثلا نتونن لمسش بکنه. ولی شما داری این مسیر رو داری با همین آموزشا طی میکنی. امیدوارم که موفق باشی. جزئیات تراکنش های این بیت کوین ها رو و اصلا کلا کریپتوهایی که توی این کیف پولا وجود داره رو با هم میبینیم و یه سری هم آمار به دردتون میخوره توش بهش میپردازیم. اگر این موضوع براتون علاقمند هست پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو با بررسی سایت هایی که میخواییم بهتون نشون بدیم دنبال کنید. خب یه سایتی هست به نام bitinfocharts.com که لینک این سایت رو توی پست همین ویدیو توی یوتیوب براتون قرار میدم. اطلاعات فوق العاده ارزشمندی رو براتون ارائه میکنه. همینطور که میبینید یه سری ارزا رو اینجا لیست کرده، این بالا هم شما این تعداد ارزا رو میتونید انتخاب بکنید و اینکه اطلاعات تکمیلی بهتون بده.
تو حالت هوریزونتال و ورتیکال دارم، من رو ورتیکال قرار میدم که بتونیم یه مقایسه خوبی انجام بدیم. همونطور که میبینید این ارزاری که اینجا براتون توضیح دادم میاد در مورد مجموع اون کوین یا توکنی که تو بازار وجود داره آماری رو اینجا ارائه میکنه. الان 18,200,000 تا کوین BTC توی بازار وجود داره. این نماد رو اگر هنوز بهش مسلط نیستین پیشنهاد میکنم ویدیو بالا سمت راست تک کردم و حتما ببینید. به صورت کارت الان بهتون نمایش داده شد اون بالا. قیمت، آخرین قیمتی که وجود داره، ارزش بازار، ترانزکشن های 24 ساعت گذشته، متوسطش بر اساس ساعت و کلی اطلاعات دیگه در خصوص بلاک های حل شده و بلاک های توی 24 ساعت گذشته، سختی شبکه، هش ریت و ماینینگ پروفیتیبیلیتی و کلی اطلاعات دیگه ای که اگر کسی دنبال اینه که یه مقداری عمیق‌تر به مسئله نگاه کنه پیشنهاد میکنم از این سایت به این راحتی نگذرید. این اطلاعات در خصوص بقیه ارزها هم داره. من رو حالت ورتیکال قرار میدم، همونطور که میبینید اینجا هم اومده قیمت، مارکت کپیتالیزیشن، بلاکس، ریوارد، ترانزکشن ها، سوشیال مدیا که توش مطلب گذاشته میشه و دیولپمنتی که روش انجام شده میاد مطلب میذاره. دوباره همینجا میبینید بیت کوین تو این اطلاعاتی که بهتون دادم مثلا قسمت ریوارد هست پر بلاک، میگه برای حل هر بلاکی به ماینرها 12.5 به علاوه یه خورده ساتوشی به عنوان از بیت کوین به عنوان پاداش این کار میده. حد اکثر بیت کوینی که میتونه تو بازار قرار بگیره تا سال 2140 21 میلیون خواهد بود که تا الان چقدر؟ حدود 18,200,000 تاش ماین شده، اومده تو بازار و همونطور که اینجا میبینید این تعداد ماین شده هست 18,239,000 خورده ای BTC توی بازار وجود داره. و جالب این که یه سری اطلاعات جالبی در خصوص سوشال مدیا ها میده. وقتی شما یه نکته مهمی بگم در مورد کسایی که تجربه معامله گری توی بازار سهام ایران دارن، تو سایت tctmc.com همونطور که آدرسش اینجا میبینید یه سری نماد پربیننده وجود داره، یعنی اینکه کسایی میان اونا رو چک میکنن و این ریپورت داره به لحظه سازمان بورس برای معامله گرا روی تابلو آنلاین ارائه میکنه. این یعنی چی؟ یعنی یه تعداد زیادی ها این سهمو دارن یا میخوان بخرنش، دنبالشن، دارن ترکش میکنن. اینجا هم همین حساباتو میبینید وجود داره. تو سوشیال مدیا میگه توی شبکه ردیت 1,296,493 تا پست در مورد بیت کوین حالا توی باز زمانی که اینجا گفته تو پردیش خورده، ببخشید ردیت سابسکرایبره، این 1,296,000 تا سابسکرایبره همونطور که میبینید توی اینجا، و توییتی که انجام شده در یک روز گذشته 27,388 راست. هر چقدر که میبینید میریم جلوتر اینا تعدادش تغییر میکنه، یعنی یه خبری توش داره به وجود میاد، مثبت و منفی بودنش باید برید تحلیل بکنید. اما نکته بسیار جالبی داره، همونطور که اسکرول کنید در خصوص اتریوم هم همینو داره. در مورد ریپل جالبی که دو تا باکس بلاک و ریوارد توی این خالیه. من میخوام این حالت متکلم وحده بودن من از بین بره و یه حالت اینتراکتیو بین هم دیگه داشته باشیم. بلاک و ریوارد توی ریپل خالیه، علتش چیه؟ کسایی که میدونن زیر همین ویدیو توی کانال یوتیوب ما تو کانال کریپتو فاندر یادداشت بذارن، یادداشت صحیح رو لایک میکنم، تایید میکنم و بعد از اون پاسخ کاملی رو براتون اونجا یادداشت خواهم کرد. نکته بسیار مهمی توش داره. فقط یه چیزی رو اشاره کنم، طی 24 ساعت گذشته تعداد توییتی که در خصوص ریپل انجام شده همونطور که سمت راست تصویر می‌بینید 5971 توییت بوده و این نشون میده یک خبری قراره توی این به وجود بیاد. اما هیچ توصیه به خرید و فروش نداریم همونطوری که بهتون گفتیم، فقط جنبه آموزشیش رو مطرح می‌کنیم. خب برگردیم بالا. توی این قسمت یه پرایس، یه چارت داره که در ادامه توضیح میدم، یه کوریلیشن داره که یه ویدیو جداگانه برای این تهیه کردم. دلم نمیاد تو این ویدیو بگم چون احساس کردم که طولش مطلب زیاد میشه، شاید از حوصله خارجه و انقدر این اهمیت داره مخصوصا برای معامله گرا، بحث پیدا کردن ارتباط بین این کوین و توکن هاست. یه جایی کوریلیشن خیلی قوی مثبت یا منفی هست و به شما این فضا رو میده که بتونی تو این بازار نوسانگیری کنی. تمام حرفه‌ای‌های بازار روی این زوم میکنن، براشون اهمیت داره. اگر در این سطح از معامله‌گری هستی که برات این مهمه، من حتما توصیه میکنم این ویدیو رو ببینید. کوریلیشن بین رمز ارزها به شما بسیار اطلاعات با ارزشی ارائه میکنه. پیشنهاد میکنم حتما ویدیو رو مشاهده بفرمایید. خب
رو پرایس کاری نداریم، میریم سراغ ریچ لیست، بریم سراغ بیت کوین. همونطور که میبینید توش که کلیک میکنید این صفحه‌ای میاد که دقیقاً جان مطلب رو ادا کرده. شما توی این جدول چند تا ستون میبینید: بالانس BTC، آدرس، درصد آدرس از کل کوینز، ارزش به دلار و درصد کل کوینایی که توی اون طبقه قرار گرفته. میگه از 0 تا 1000 بیت کوین توی کیف پول 14,270,736 میلیون آدرسی وجود داره که توی BTC کمتر از 1000 BTC توش قرار داره، یعنی در سطح ساتوشی تونستن بیت کوین توی کیف پولشون نگه داشتن. این حدود 48% کل بیت کوین، کل آدرسا رو میپوشونه و چیز حدود 2900 تا BTC توش قرار داره. ارزش دلاریش 26 میلیون دلار با قیمت این لحظه بیت کوین هست و کلا 0.02% از کل کوین ها رو توی این دسته بندی میبینید. اون داستان پارتو بود، دقیقا قسمت عمده از ثروت در اختیار قسمت کوچیکی از جامعه است. همونطور که میایم پایین 0.01 تا 1000، 0.01 تا 0.1، 0.1 تا 1 بیت کوین، میبینیم چیزی حدود 90% از بیت کوین ها از آدرس های بیت کوینی کمتر از، یعنی خیلی راحت میتونیم بگیم قسم قریب به اتفاق آدرس های که توی کیف پولا وجود داره کمتر از یه بیت کوین رو تو خودشون ذخیره کردن و قسمت عمده از 1 به بالا، 1 تا 10 تا 100، همونطور که میبینید اضافه داره میشه و میاد 10,000 تا 100,000 بیت کوین، 100,000 بیت کوین تا 1,000,000 بیت کوین، یه چیز حدود مثلا 3-4% بیشتر از آدرس های کیف پول به خودشون اختصاص نمیدن. و این دقیقا بیانگر اینه که پولدارا تونستن عدد قابل توجه رو این تو بر خودشون ذخیره کنن. همونطور که در پایین جدول میبینید آدرس ریچردن میگه تا 1 دلار 21 میلیون دلار توش ذخیره دارن، تا 100 دلار و همینجوری میایم بالا 100,000 دلار و میلیونرها. میبینیم این 1 میلیون تا 10 میلیون دلار ارزش چه حدود 14,000 آدرس شامل میشه. این عدد به دفعات تغییر میکنه، اونم به خاطر نوسانات قیمت بیت کوین. اینم داره دقیق ارزش سبد دارایی و اون کیف پول مربوط به دارنده اون بیت کوین ها رو محاسبه میکنه، این آمار رو اینجا میده. پس بیش از 14,000 آدرس وجود داره، با فرض اینکه هر آدرس مربوط به یک نفر هست، شاید 2 نفر 3 نفر یا یه آدرس شرکتی باشه که مثلا صاحب اون چند نفر باشه، ما با فرض اینکه هر آدرسی یک نفر است میبینیم 14,000 تا آدرس کیف پول بیت کوینی وجود داره که بالای 1,000,000 دلار ارزش دارایی اینها هست. پس تا الان میتونیم بگیم که اون میلیاردرهای بیت کوینی حداقل 14,000 نفر در سراسر دنیا. سوال بعدیمون این بود که اصلا پولدارترین کیف پول چه میزان بیت کوین توش ذخیره کرده؟ آیا شما حسی بهش پیدا کردین با توجه به این عدد؟ من اسکرول میکنم صفحه رو، میام پایین. بله، بالاترین کیف پول و غنی‌ترین کیف پول این آدرسه. میزان بالانسش 255,502 BTCه. 1.4% از کل کوین ها رو به خودش اختصاص داده و سایر اطلاعاتی که اونجا میبینید. من این آدرس رو کپی کنم، حتی روش هم میتونیم کلیک بکنیم، بریم تو سایت blockchain.com. تو سایت blockchain.com ما میتونیم در قسمت سرچ آدرس کیف پول رو بزنیم و اینتر کنیم. ما اونجا فقط بیت کوینش رو دیدیم. این میگه این کیف پوله یه سری هم بیت کش داره، کدومش رو می‌خوایم؟ میگه ما همون بیت کوین رو بهمون نمایش بده ببینیم چه جوریه تراکنشش. میگه این آدرس کیف پولی که دادی 209 تا ترانزکشن داشته، کل دریافتی بیت کوینش تا الان 256,000 تا بوده، کل ارسالش 611 عدد بوده و در نهایت بالانسش، فاینال بالانسش 255,502 بیت کوین و کلی ساتوشی این کنارش هست. ترانزکشن ها رو بر اساس تاریخ میگه، میگه 26/2/2020، یعنی روز قبل از این که من این ویدیو رو برای شما تهیه کنم، ساعت 5:14 دقیقه به وقت گرینویچ
این تراکنش ها رو داشته و همچنین اسکرول کنید میاد پایین و میبینید حتی مثلا فی هم که پرداخت کرده شما میتونید اینجا ببینید. اینجا هم روی این که کلیک بکنید رو همون صفحه قبلی میبینید که نمودار وضعیت تغییرات اینو داره به شما نمایش میده و ترانزکشن هایی که داشته همه اینا با هم یکسان هست. از این باب اهمیت داره که اگر شما توی یه آی سی او شرکت کردشون یه کیف پول بهتون معرفی کرده باشه، یه جاهایی که میخواین سرتون کلاه نره باید این آدرس کیف پول رو اعلام کرده باشه. یه ویدیو داریم در خصوص اسکم که حتما توصیه میکنم ببینید، این ویدیو بسیار آموزنده است برای کسایی که میخوان تو آی سی او شرکت بکنن. یه ویدیو دیگه هم دارم در مورد فاکتورهای کلیدی برای بررسی صرافی‌های مجازی که بهتون توصیه میکنم حتما اون ویدیو رو هم ببینید. این اطلاعات اینجا که بهتون ارائه شد در خصوص پیدا کردن محتوای ترانزکشن ها و اینکه وضعیت کیف پول اونجا به دردتون میخوره، چون هر کدوم از اینا یه سری کیف پول دارن، اونجا میتونید شما خیلی قشنگ اینا رو بررسی بکنید ببینید اطلاعاتشون درسته یا نه که بتونید باشون کار کنید، چون تو این حوزه کلاهبرداری بسیار بسیار زیاده. خب برگردیم به همین صفحه. اینجا میبینید که ما توی بیت اینفو چارت همونطور که توضیح دادم یه قسمتی به نام چارت داریم. رو چارت که کلیک بکنیم اطلاعات بسیار با ارزشی در خصوص وضعیت تراکنش ها و یه گرافی هم از هر کدوم ارائه میکنه برای شما که اگر علاقه مند هستین مقاله ای تهیه بکنید بسیار آموزنده است. اونایی هم که معامله گران اطلاعات خوبی این تو میتونن بگیرن. یه نگاه بکنید، مارکت کپیتالیزیشن رو بر اساس یو اس دی میده، ترانزکشن های 24 ساعت گذشته و آخرین معاملات که انجام شده و متوسط ترانزکشن ها اینا. این دو تا نمودار با شما حرف میزنه در خصوص اینکه این ترانزکشن ها مثلا تو ریپل نگاه کنی میگه که 34.3% 24 ترانزکشن های 24 ساعت گذشته مربوط به ریپل بوده، ولی ارزش ریپل رو ببینیم اینجا اصلا توی اینا نیومده، یعنی نشون میده که میزان تراکنشش خیلی خیلی ریز و جزئی بوده. شما با کلیک روی این 1 و 2 و 2 و 2 میتونید ادامه لجندی که مربوط به این پای چارت رو ببینید. اسکرول کنیم بیایم پایین، میدیوم ترانزکشن والیو و اکتیو آدرس در 24 ساعت گذشته رو بهتون داره نمایش میده. و اینجا کوین لایف اسپن که نگاه میکنید تاریخ به وجود اومدن هر کدوم از این کوین ها رو و طول عمر اینا رو داره بهتون نشون میده. رو هر کدوم وایسی مثلا بیت کوین میگه در ژانویه 2009 متولد شده، الان فوریه 2020 هستیم، 11 ماه 11 سال 1 ماه و 19 روز از تولد این کوین میگذره و بقیه آلت کوین هایی که اینجا مشاهده میکنید. گفتم آلت کوین، باز تاکید کنم که اون ویدیوی مربوط به 0 تا 100 رمزارز رو حتما ببینید، تفاوت‌های این اصطلاحات و این نمادها رو اونجا میتونید پیدا کنید. خب من توی صفحه اصلی یه نکته‌ای رو پیدا کردم مربوط به این کیف پولایی که توش بیت کوین‌ها پارک شدن بحث کردیم. اینجا تاب دورمینیت فور 5 years بیتکوین آردسز رو میتونم کلیک بکنم، این صفحه باز میشه و من میام بازه زمانی رو 8 ساله قرار میدم. همونطور که میبینید تو این نمودار میزان ذخیره شدن بیتکوین در کیف پولا از اواسط ژانویه 2017 به شدت رشد کرده و همینطور میبینیم سعودی داره میره بالا، کمی که الان 17.5 میلیون بیتکوین از این 18,200,000 تا توی کیف پولا پارک شده. یعنی اینکه هرچی به هافینگ نزدیکتر میشیم، یعنی نصف شدن پاداش بیت کوین، این نسبته داره رشد میکنه. همه منتظرن یه اتفاق خیلی جذاب توی بیت کوین بیفته که سود قابل توجهی رو شناسایی کنن. اونایی که چند صد هزار بیت کوین توی کیف پولاشون دارن قطعا برای همچین روزی صبر کردن. و خب میبینید که نمودار معناداری با شما حرف میزنه. همونطوری هم که میبینید اینجا بیشتر این top dominate for 5 years بیتکوین آدرسز، این کیف پولایی که توی 8 سال گذشته وضعیت خیلی استیبل تری رو دارن اون نمایش میده. میبینید تو بالانس بهترین کیف پول 79,000 بیتکوین پارک شده، 1/3/2011 و آخریش هم 10/2/2020 بوده و همونطور که میبینید این سورت شده اومده
پایین که اطلاعات با ارزشی در اختیار شما قرار میده. خب ما با این ویدیو هم تونستیم اطلاعات با ارزشی رو به شما منتقل بکنیم. همونطوری که میبینید توی btc.com شما اطلاعات جالبتری هم میتونید پیدا کنید. همینی که من اینجا خدمتتون گفتم در قالب نمودار داره میگه، آدرس توزیع آدرس ها رو میگه، هرچی کیف پولا عدد کمتری رو تو خودشون دارن تعدادشون بیشتره و هرچی عدد بزرگتر میشه تعداد کیف پول کمتر میشه و همینجا نمودار پایین تایید میکنه میزان ذخیره شدن بالانس دیستریبیوشن بر اساس این آدرس ها و این طبقه بندی ها. همونطور هم که میبینید اسکرول بکنید بیاد پایین، اطلاعاتی مربوط به پولدارترین کیف پول رو توی سایت btc.com استاتیک ریچ لیست بهتون نمایش میده. توی این استاتسش کلیک بکنیم یه قسمتی داره به نام پول دیستریبیوشن، روش که دکمه رو بزنید وارد یه صفحه میشه و من میام اینو آل میذارم، تمام استخرهای مربوط به ماین بیت کوین رو بهتون نشون میده. اگر دنبال سرمایه گذاری تو حوزه ماینینگ هستین و نمیخواین ترید کنین، نمیخواین دستگاه بخرین خودتون ماین کنین و نمیخواین اصلا بیت کوین رو بخرید و درگیرش بشین، میتونید توی این استخرها سرمایه گذاری بکنید. اونها ماین میکنن بر اساس منابع که شما در اختیارشون قرار دادین از نظر دلاری و تجهیزات سخت افزاری میخرن و به شما یه سودی میدن. دقت کنید تو این حوزه سرمایه گذاری تقلب بسیار بسیار زیاده و کلاهبرداری. حتما ویدیو اسکمی که گفتم رو ببینید، حواستون باشه که تو چه حوزه‌ای دارین سرمایه گذاری میکنید. یه تعدادی از اینا شناخته شدن، سالها دارن کار میکنن، مثل F2Pool، AntsPool، BTC Guide و SlashPool و G8 و و و نمودار بیانگر هر کدوم از اینا هست. اسکرول کنید میتونید هر کدوم رو پیدا کنید، روش کلیک بکنید، وارد صفحه مربوط به اون بشین و اطلاعات تکمیلی رو ببینید. همونطور که من روی F2Pool زدم برای به شما وضعیت کلی در خصوص این استخر ماینینگ رو توضیح میده و به نمایش میذاره و میتونید با دقت بیشتری بهش بپردازید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. باز توصیه میکنم اگر تا الان سابسکرایب نکردین ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از آخرین ویدیوها به لحظه با خبر بشین. با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی و ارسال برای دوستاتون به ما کمک میکنید تا بتونیم کار خودمون رو گسترش بدیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که لایک بزنید، سوالاتتون رو کامنت بکنید و ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم که لذت برده باشین. این ویدیوهایی هم که اینجا میبینید براتون به نمایش گذاشته شده میتونه شما رو در ادامه مسیر کمک بکنه. موفق باشید. خدا نگهدار.